حمله افراد مسلح به یک مرکز سیحی در غرب کابل. گزارش ها می رساند که افراد مسلح وارد یک مرکز سیحی در منطقه دشت برچی کابل شدند. منابع در این مرکز سیحی می گویند که تا اکنون دو انفجار رخ داده و صدای شلیک نیز شنیده می شود. منابع امنیتی نیز وقوع این انفجار را تایید می کند. گفته شده که در ساحه رویداد یک شفاخانه دولتی و یک مرکز سیحی دکتران بدون مرز قرار دارد. دکتر لیاقت زاهدی که در شفاخانه اوقو در تانگ تیل وظیفه دارد، در تماس با خبرگزاری افق گفت که ابتدا یک عامل انتوری خود را منفجر کرده و سپس شلیک گلوله آغاز شده است. آقای زاهدی افزود که شمار از افراد خود را از دیوارها به بیرون انداخته و فرار کردند. به گفته او، درگیری به شدت ادامه دارد. همچنان به گزارش از خبرگزاری سیهونه دری. جزئیات حمله امروز شهر کابل. منابع میگویند که در عقب شفاخانه دکتران بدون مرز واقع در غرب کابل یک مهمانخانه خارجی ها موقعیت دارد که مهاجمان تلاش دارند از راه این شفاخانه وارد مهمانخانه خارجی ها شوند. همچنان در یک پست دیگر سیهونه دری، حمله بر شفاخانه در شهر کابل. وزارت امور داخله میگوید که نیروهای ویژه پلیس برای مهار حمله به محل رسیدند. کشته شدن سه نمازگزار در دومین حمله بر یک مسجد در پکتیکا. منابع امنیتی در ولایت پکتیکا میگویند که بر اثر تیراندازی جنگجویان طالبان به سوی نمازگزاران در ولسوالی خیرکوت این ولایت 3 نفر کشته شدند. شاه محمود آریان سخنگوی فرماندهی پلیس پکتیکا در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کرد جنگجویان طالبان شام روز دوشنبه 22 سوریه در روستای محمد حسن ولسوالی خیرکوت بر نمازگزاران تیراندازی کردند. به گفته او در این رویداد 3 غیر نظامی به شمول یک کودک کشته شدند. طالبان اما تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. چند پیش نیز در نتیجه یک انفجار در انتظارگاه این مسجد 20 نمازگزار زخمی شده بودند. ارگ ریاست جمهوری طالبان به ادامه جنگ و افغان کشی پافشاری دارند. 8 صبح کابل. ارگ ریاست جمهوری میگوید که گروه طالبان به ادامه جنگ و افغان کشی پافشاری دارند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری این مطلب را در واکنش به حمله طالبان به پاسگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان در برگه تویترش مطرح کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری از جامعه جهانی خواسته است که حمله طالبان در لغمان و ادامه خشونت این گروه با شدیدترین الفاظ محکوم کند. آقای صدیقی همچنان گفته است که گزارش ها از حمله طالبان بر نیروهای امنیتی در ولایت لغمان متاثر کننده است. با گفته او، در حالی که کشور به سختی در برابر ویروس و همگیر کرونا مبارزه می کند، گروه طالبان به جای حمله های دشتت افغانانه ایشان به افزایش خشونت ها در ماه مبارک رمضان ادامه می دهد. سخنگوی ریاست جمهوری نوشته است حمله های اخیر گروه طالبان بیانگر پافشاری این گروه به ادامه جنگ و افغان کشی در افغانستان است. انتظار می رود تا جامعه جهانی با شدیدترین الفاظ این حمله و ادامه خشونت های طالبان را محکوم کند. گروه طالبان شب گذشته به پاسگاه نیروهای امنیتی در لغمان حمله کرده است. وزارت دفاع ملی تلفات نیروهای ارتش را در این حمله 6 کشته و 5 زخمی اعلام کرده است. گزارش های غیر رسمی شمار تلفات نیروهای دولتی را بیشتر از این نشان می دهد. اختلاف در سطح رهبری طالبان. 8 صبح کابل. شورای رهبری طالبان پس از رایزنی فراوان با نظامیان ارشد پاکستان، ملا یعقوب پسر رهبر اسبق طالبان، ملا محمد عمر را به عنوان فرمانده نظامی مسئول کمیسیون نظامی این گروه تعیین کردند. قبل از ملا یعقوب مسئولیت این واحد را سردار ابراهیم به عهده داشت. سردار ابراهیم چرا برکنار شد؟
سردار ابراهیم اصلا از ولایت هلمند است و تا قبل از ملا یعقوب فرمانده پیشین نظامی یا کمیسیون نظامی طالبان بود. او همچنان معاون دستیار و رهبر این گروه ملا هیبت الله آخونزاده نیز است. اما چرا او سبکدوش و ملا یعقوب جایگزین شد؟ سردار ابراهیم به دلیل کشته شدن رهبر پیشین این گروه ملا اختر محمد منصور با پاکستان اختلاف پیدا کرد و دیگر به پاکستان نرفت. سازمان اطلاعاتی پاکستان در کشته شدن ملا اختر محمد منصور دست داشته است. ملا اختر محمد منصور حین بازگشت از ایران توسط هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده در ایالت بلوچستان پاکستان هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. سردار ابراهیم رابطه نزدیک با ایران یا به عبارت دیگر با شورای نو تشکیل مشهد داشت. او از طریق قاچاق سنگ مرمر و مواد مخدر هزینه های نظامی خود را تامین میکرد. حراس شورای کویته از نفوذ شورای مشهد. در این موضوع شک نیست که جنگ افغانستان ابعاد گسترده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پیدا کرده است و کشورهای منطقه در این جنگ نقش دارند. ادعای که ایران با طالبان رابطه دارد و این گروه را تحویل مالی و اکمالات تجهیزات می کند حدود یک دهه است که مطرح می باشد. بار اول وال استریت جورنال به نقل از مقامات غربی و افغان ادعا کرد که طالبان در ایران دفتر دارند و ایران با طالبان در قسمت دادن آموزش و پناهگاه ها همکاری می کند. تقریبا 4 سال پیش دوباره همین نشریه گفت که طالبان در مشهد دفتر دارند و بعدا رهبران این گروه در این شهر دیده شدند. گاهی مقام ها نیز ادعا می کردن که طالبان در زادان ایران اردوگاه تمرینی آموزش دارند. حمایت ایران از طالبان، ایران به دنبال چی است؟ حمایت ایران از طالبان را می توان در 3 قالب تحلیل کرد. نخست، ایران با حمایت از طالبان تلاش می کند تا پرسش های جهانی ایالات متحده آمریکا را به چالش بکشد و حضور این کشور را در افغانستان ناکام سازد. دوم، ایران می خواهد تا در معادلات امنیتی منطقه های نقش فعال بازی کند و با نزدیک شدن توافق سیاسی میان طالبان و ایالات متحده آمریکا از میدان بازی خارج نشود. سوم و آخری، ایران از طالبان به عنوان نیروهای ضد دولتی اسلامی داعش استفاده می کند تا از این طریق بتواند جلو گسترش این گروه را به سوی مرزهای خود بگیرد. شورای 4گانه یا 5گانه. در بدنه ساختار طالبان شوراهای مختلف وجود دارد. شورای کویته قدیمی ترین شورا است و رهبران سنتی مرکزی در این شورا عضویت دارند. شورای میرهانشاه در سال 2007 از این گروه جدا شد و در وزیرستان پاکستان موقعیت دارد. این شورا بیشتر تحت تاثیر شبکه حقانی است. شورای پشاور نیز در سال 2009 استقلال خود را اعلان کرد ولی با مشکلات مالی روبرو شد و دوباره به شورای کویته پیوست. شورای شمال در بدخشان افغانستان موقعیت دارد و متشکل از چندین جبهه است. شورای مشهد که تاریخ دقیق آن معلوم نیست، اما به گفته بعضی از منابع این شورا در سال 2014 ایجاد شده است. شورای مشهد تنها 10% از طالبان را شامل می شود. آخرین شورا شورای ملا رسول است که در غرب افغانستان واقع است. ملا رسول بعد از اعلان مرگ ملا عمر، رهبر پیشین این گروه، از شورای کویته جدا شد. ملا رسول شورای کویته را بر انحصار کردن روند صلح متهم می کند و این رو اختلافات جدی با این شورا دارد. ملا هیبت الله آخوندزاده با این عزل و نصب می خواهد قدرتش را به رخ رقبای خود بکشد و نشان بدهد که از صلاحیت جایی برخوردار است. بعض از منابع معتقدند که داعش و طالبان در بدخشان با همدیگر همکاری دارند. آیا اشرف غنی و عبدالله عبدالله سرانجام بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیدند؟ برخی منابع میگویند که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب او عبدالله عبدالله برای تشکیل دولت و وحدت ملی به توافق رسیده است. با گزارش اسپوتنیک، یک منبع کاخ سپیدار در صحبت با شمار از رسانه ها گفته است که عبدالله عبدالله رئیس سابق اجرایی دولت افغانستان دیگر تصمیمات مقام های افغانستان را به چالش نمی کشد.
و اشرف غنی رئیس جمهور از سوی وی به رسمیت شناخته می شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما رو سابسکرایب نمایید.